با سلام به همه شما شنوندگان و بینندگان خوب و همیشگی تلویزیون کانال جدید و به خصوص برنامه گفتگو، من میلاد رابعی به همراه همکارم حامد صدرا یکی دیگه از برنامه های گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه امروز راجع به عملکرد مسیحیت صحبت خواهیم کرد و نگاهی کوتاه و گذرا به این بحث خواهیم انداخت. امیدواریم که در برنامه های بعد بتونیم این مبحث رو بیشتر باز بکنیم و ادامه بدیم. در سالهای اخیر شاهد این هستیم که جریانات مختلف مسیحی و شاخه‌های مختلف اون تبلیغات وسیعی رو در ایران مشغول انجام دادن هستند. برای مثال بالای 5-6 کانال 24 ساعته تلویزیونی از طریق ماهواره رو به ایران مسیحیت رو تبلیغ می‌کنند. شبکه های مخصوص کودکان برنامه های کودکی رو تهیه می کنند که مخصوص مسیحیت هست و به طور مشخص و سازمان یافته‌ای مشغول تبلیغ دین مسیحیت در ایران هستند. اینو هر کسی که در جامعه ایران زندگی کرده باشه در سالهای اخیر می تونه به وضوح ببینه. در همین رابطه و تبعات اون امروز صحبت می‌کنیم با محسن ابراهیمی و سوالاتی رو با ایشون مطرح می‌کنیم. محسن ابراهیمی سلام می‌کنم به شما. من هم سلام گرم خدمت شما و بینندگان گرامیتون. خواهش می‌کنم. محسن ابراهیمی ببینید، معمولاً تمام تبلیغاتی که برای مسیحیت انجام میشه در ایران به خاطر اون زدگی که مردم از مذهب اسلام پیدا کردن و به خاطر اون حس ضد اسلامی که در مردم به وجود اومده، از این حس معمولا استفاده میکنن و سعی میکنن مسیحیت رو به جای اون تبلیغ بکنن و اون رو نقطه مقابل اسلام قرار بدن. برای مثال یکی از توجیهاتی که خیلی میارن و خیلی شنیده میشه اینه که غرب رو نشون میدن به آدم ها، پیشرفت و تکنولوژی و مدرنیته غرب رو، و میگن ببینید اینا به خاطر اینه که مذهبشون مسیحیته، مذهب مسیحیت باعث شده که غرب رشد بکنه، پیشرفت بکنه و به این جای برسه که ما داری میبینیم. آیا واقعا اینطوره؟ آیا واقعا یکی از دلایل پیشرفت غرب و مدنیتی که در غرب امروز وجود داره مذهب مسیحیته؟ دقیقاً برعکسه. علم و دانش و پیشرفت تو جهان غرب برای هر ذره پیشرویش قربانیان زیادی داره در مقابل کلیسای کاتولیک اون زمان و کلن سازمان مسیحیت به عنوان یک دین سازمان یافته. اگر کسی بخواد در مقابل این ادعا به تاریخ مراجعه کنه، باید از لاپلاس پرسید که پیشرفت علم در جهان غرب محصول مسیحیت بوده یا مسیحیت اصلا نقشی داشته یا محصول تلاش عظیم دانشمندانی بوده که مسیحیت در مقابل هر گونه حرکتشون، هر گونه کارشون، هر تحقیقشون که گوشه از راز کائنات رو برملا میکرد در مقابلش وامیستاد. باید از گالیله پرسید که وقتی تلسکوپش رو در کنار یک کلیسا قرار داد و از مردم عادی خواست تا ستارگان رو ببینن و از این طریق به راز آفرینش پی ببرن و معلوم بود که با دیدن ستارگان از طریق عدسیای مرکب گالیله مردم به راز کائنات با چشم خودشون پی می بردن و زیر آموزش‌های مسیحیت زده می شد، از گالیله باید پرسید که واقعا مسیحیت محرک علم و دانش و پیشرفت بوده یا گالیله که در مقابل دستگاه تفتیش عقاید به مرگ محکوم شد. از جوردانو برونو باید پرسید که به خاطر یک کشیش آگاهی که از کشیشیت برید، از مسیحیت برید و خود رو فرزند جهان، فرزند کائنات میدونست، فرزند خورشید و زمین اعلام کرد و در مقابل آرا و افکار خرافات مسیحیت مقابله وسیعی را آغاز کرد و آخرش هم جونش رو داد، اعدام شد از طریق سوزونده شدن در آتش. میخوام بگم که مسیحیت دیگه این امروز، البته نه در مثلا صدها سال پیش که بالاخره سانسور امکان نمیداد مردم به
به تاریخ خونین مسیحیت در مقابل علم و دانش و آگاهی پی ببرن، الان دیگه به هر جایی هر کسی میتونه به سادگی به انبوهی از به اصطلاح مدارک و اسنادی که چگونه مسیحیت در مقابل علم و دانش به اصطلاح مقابله کرده، مقاومت کرده، پی ببرن. همه میدونن اینو. میخوام بگم که زندگی مخصوصا دانشمندان خیلی مهم مثل گالیلو و جوردانو برونو و لاپلاس همین اینا نشون داده که مسیحیت در مقابلش وایسته. یه مثال بزنم اینجا، یکی از دلایلی که این دیگه مشهور همه میدونن، گالیله رو محکوم اعدام کردن، یعنی محاکمه کردن در دادگاه های انگیزاسیون، تفتیش عقاید، گفت چون گفته بود که چون به اصطلاح کشف کوپرنیک رو که 90 سال پیش از گالیله میزیست تایید کرده بود که گویا زمین مرکز عالم نیست و خورشید مرکز عالمه. خب با همین دو جمله کل کائنات کتاب مقدس، هم عهد قدیم یعنی تورات، هم عهد جدید یعنی انجیل، فرو میریخت. برای اینکه این کائنات کتاب مقدس بر اساس و رکن اینکه زمین مرکز عالمه بنا شده بود. خب به همین خاطر هم به دادگاه بردن. میخوام بگم دیگه میشه در ادامه صحبت خیلی وسیع‌تر صحبت کرد، دادگاه های انگیزاسیون، تفتیش عقاید برای 600 سال چه بلایی سر هر کسی که کوچکترین تصوری مغایر با تصور مسیحیت از عالم میخواست داشته باشد، تا به عنوان فردی چه بلایی سرش میآوردن. تاریخ مسیحیت تاریخ خونین و مقابله با علم و پیشرفته. بله، اما قبل از اینکه وارد تاریخ مسیحیت یا برای مثال قرون وسطا بشیم و در این مورد صحبت کنیم که امیدوارم در فرصت‌های بعد حتما این کار رو هم بکنیم، راجع به ادعاهای امروز مسیحیان صحبت می‌کنیم. ببینید، مسیحیان برای جذب مسلمان‌ها یه جهان دو قطبی رو نشون میدن. میگن ببینید، یک قطبش دین اسلامه که دین کشتار و خشونت و داعش و بمب و وحشیگریه، و یک دین دیگه‌ای که دین صلح و آرامش و دعوت به دوستیه و بشارت انسان دوستی میده و اون مسیحیته. و انسان‌ها رو در واقع مسلمان‌های زده شده از اسلام رو میان این دو قطبی قرار میدن و مختارشون میکنن که شما یا باید این رو قبول کنید یا باید اون رو بپذیرید. در این مورد چه نظری دارید؟ آیا واقعا مسیحیت اینطور که ادعا میشه، مسیحیت امروز، حالا راجع به قرون وسطا صحبت نمی کنیم، دین صلح و آرامش و دوستیه؟ آخه این تزی که الان صحبت شد، گویا مسلمونا بالاخره یه تصویر وحشی و توحش به اصطلاح از مسلمونا میدن، بعد میگن خب دنیای مسیحی ببینین چجوریه. خود این تز به اصطلاح، خود این استدلال چند تا ایراد مهم داره. اولا اتفاقات که در دنیا میفته و جریانات مسلح تروریست اسلامی انجام میدن، در مقابل مثلا تو دنیای مسیحا چنین کاری رو انجام نمیدن، این کلا تو سطح مسئله است. مسئله بین مسیحیت و اسلام نیست، مسئله بین دو تا کمپ، در یک کمپ در رأسش آمریکا هست، عربستان هست و به عنوان مثال ترکیه هست، و در رأس در قطب دیگرش هم که خب میدونیم جمهوری اسلامی است، سوریه است و روسیه است. این دو قطب مستقل از اینکه مردمشون در اون جامعه چه مذهبی رو دارن یا به چه مذهبی بالاخره منتسب هستن، این دو قطب از لحاظ سیاسی دو قطبی هستن که جهان رو به خون کشیدن به خاطر منافع سیاسی خیلی روشن خودشون، و مردم عادی هر دو جامعه هم دارن قربانی میشن. میخوام قبل از هر چیز اینو بگم که مسئله این نیست که گویا در جهان اسلام، اسلامیون، مردم مسلمون یا مردمی که اسلام زده هستن یا مردمی که بهشون اسلامی دارن میگن، اینا به جون هم افتادن. تو جهان مسیحیت هم مسیحیت خیلی مدرن و خیلی آروم و خیلی بشر دوستانه زندگی میکنن. مسئله مطلقا این نیست. این از نقطه نظر سیاسی. از لحاظ به اصطلاح این تصویری از جهان مسیحیت دادن که میبینین چقدر اوضاع خوبه در کشورهای غربی، چه وضعیت خوبی است، پس بالاخره مسیحیت استنتاج میکنن به این معنا خوبه، این هم به نظر من پوچ و بیپایه است. برای اینکه مسیحیتی که
الان در انگلستان، در فرانسه، در همه کشورهای اروپایی داریم میبینیم و اینجوری مثل بره است در مقابل به اصطلاح انتقاد و نقد و مزاح و نمیدونم تمسخر و کاریکاتور کردن مسیحیت. این مسیحیت وقت خودش جنایات زیادی رو کرده، این مسیحیت وقت خودش کوچکترین انتقاد، کوچکترین به اصطلاح جدا شدن یا کوچکترین نظر متفاوت داشتن از مسیحیت رو در، همچنان که گفتم، در دادگاه های تفتیش عقاید با شکنجه و ارعاب و کشتار و سوزوندن جواب داده. مسیحیت رو در یه جمله بخوام بگم، مسیحیت که 600 سال دادگاه های تفتیش عقاید داشته، که واقعا داستانش لرزه بر اندام هر انسانی که فقط گوشه ای از اون دادگاه ها رو بخونه میندازه، اون مسیحیت رو عقب روندن. اون مسیحیت رو جنبش روشنگری برای 2300 سال، غولهای فکری، غولهای سیاسی، کسانی که تمام دل و روده این به اصطلاح مذهب رو در آوردن و خرافات بودنش رو به مردم نشون دادن، مبارزه 300-400 ساله انجام شده، مبارزه روشنگرانه، مبارزه که در رأسش مثلا سران دایره المعارف بودن، که این دایره المعارف به یه معنا تبدیل شده بود به یه منبع عظیم تجمع دانش‌های مختلف در مقابل خرافه‌های مسیحی. و البته این کافی نبود، در رأس این بعدا میتونیم سرش صحبت کنیم، این کافی نبود، جنبش روشنگری عظیمی که در مقابل مسیحیت افشا کرد، تمام کثافات مسیحیت رو افشا کرد و نقش مسیحیت رو در به ذلت کشوندن مردم افشا کرد، ولی بعدش هم میدونیم که همین کافی نبود، چون تعداد زیادی از اینا رو مسیحیان یا دادگاه‌های تفتیش عقاید سوزوندن، شکنجه کردن، اعدام کردن، تبعید کردن، سر به نیست کردن. ولی این جنبش فکری بالاخره رسید به یه جایی در سال 1789، خود مردم علیه دولت و مسیحیتی که پشت دولت بود برخواستن در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب بزرگی که کل این ساختار سیاسی مسیحیت رو با کلیسا و پاپ و کشیشش از جامعه، از زندگی مردم، از دولت، از آموزه پرورش عقب روند. میخوام بگم که این مسیحیتی که الان ندارن صحبتش میکنن، پاپ داره میاد بلندگو رو میگیره توی جهان، میگه ما صلح دوستیم و ما اله هستیم، ما بله هستیم، اینا پوچن. به تاریخش وقتی نگاه میکنی میبینی که اینا جنایتکارترین سازمان سیاسی و مذهبی تاریخ بودن، ولی الان سرشون انداختن پایین چون جنبش های عظیم اینا رونده عقب. بله، یکی دیگه از نقاط شروع اینها و بحث اینها اینه که بشر ذاتاً گویا نیاز به یه مذهبی داره. به هر حال انسان که نمیتونه بدون مذهب زندگی کنه، باید به یک مذهبی به هر حال معتقد باشه. خیلی ها مسلمون زاده هستند و به جنایات اسلام پی بردن و فهمیدن که اسلام دینی نیست که بشر امروز با عقلش بتونه اونو بپذیره. بنابراین چه چاره‌ای وجود داره؟ چاره اینه که بیایم سمت ادیان دیگه. برای مثال خیلی ها ارجاع میدن به دین آبا و اجدادی به اصطلاح، یعنی زرتشتیت. خیلی ها هم مسیحیت رو راه حل قرار میدن. صورت مسئله چون اینه که بشر ذاتا نیاز به مذهب داره و این امریه که در ذات بشر نهفته است و کارش هم نمیشه کرد. جواب شما به این سوال چیه؟ آیا واقعا بشر ذاتا نیاز به مذهب داره برای اینکه بتونه زندگی بکنه؟ بشر ذاتا به زندگی نیاز داره که از اون زندگی لذت ببره. هر آدمی رو اینو فیزیولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی، همه چی به نظر من تمام رشته های علوم و حتی مشاهده ساده آدم نشون داده که بشر ذاتا، ذاتا یعنی فیزیکش، جونش، روحش نیاز داره که از زندگی لذت ببره و سلام. غیر از این بشر به هیچ خرافه نیاز نداره. ولی روشنه که بشری که اگه یه ذره به تاریخ برگردیم به عقبتر، بشری که فاقد شناخت از جهان پیرامونش بود، بشری که کائنات پر رمز راز رو میبینه، بشری که در مقابل طوفان‌های طبیعی، خطرات طبیعی
بی دفاع هست و کاری نمیتونه بکنه چون نمیشناسه مکانیزم اینا رو. اون بشر معلومه که تاریخا دارم میگم نیازی داشت تا اینا رو تبیین بکنه، نیازی داشت حتی نه تنها تبیین بکنه که چرا یه دفعه زلزله میاد و دنیا رو به هم میرزه، تمام زندگیشون رو نابود میکنه، سیلی میاد تمام زندگیشون نابود میکنه، هم برای این تبیین به تبیین نیاز داشت، هم جدا از تبیین از اینا رها بشه. برای رهایی از اینا دیگه ژاپن امروز نبود که خونهای ضد زلزله بسازه، باید به عالم به اصطلاح ماورای طبیعت پناه میبرد و به اصطلاح هم برای تبیینش هم برای اینکه آرزو کنه، استغاثه کنه، درخواست کنه که به اصطلاح اون نیروهای قدرتمند ماورای طبیعی بشر رو از اینا نجات بده. تاریخا اینجوری بوده، ولی اون تاریخ مربوط به هزاران هزار هزاران هزار سال پیشه، مربوط به دوره‌ای که علمی نبود، تکنیکی نبود، فلسفه‌ای نبود و کلاً دانش به رازهای طبیعت و زندگی پی نبرده بود. الان که اینجوری نیست خیلی روشنه. از این نظر بشر به تبیین کائنات از نقطه نظر به اصطلاح متصل کردن یا اتکا کردن به یه نیروی ما فوق طبیعی به نام خدا یا بالاخره خرافه هایی که بعد از اون با کتاب های مقدس میاد نیاز نداره الان. پس از اینجا میشه استنتاج کرد که به این معنا بشر امروز که مطلقاً نیاز نداره، ولی بشر همچنان گفتم به خرافات نیاز نداره، به زندگی انسانی نیاز داره. و ما اینو در مقابل اتفاقاً خود ایران که شما مثال زدین، گفتین که مسیحیت یا مسیحی‌ها کلاً تلاش میکنن مردم رو به خاطر نفرتشون از اسلام به سمت خودشون بکشن، که این تلاش رو کاملاً میشه قابل فهمه، فهمید اینا میخوان این خلایی که به وجود اومده در مقابل فشار اسلام سیاسی رو زندگی مردم میخوان استفاده کنن، مثل جریانات ناسیونالیستی که میخوان استفاده کنن. ولی خود جامعه ایران نشون میده که اتفاقا بخش اعظم مردم ایران نه تنها به دینی گرایش پیدا نمیکنن، من در اشل خیلی وسیعتر دارم حرف میزنم، بلکه از دین میگریزن. نه تنها از دین میگریزن، در مقابل دین هم وامیستن. اینو خود در یه جمله بگم، اینو خود سران حکومت اسلامی با زبان بی زبانی خیلی روشن گفتن که از سونامی بیدینی نام بردن 4-5 سال پیش تو رسانه‌های جمهوری اسلامی. سونامی بیدینی معنا داره، معنای به نظرم خیلی جدی داره، نه از سیل بیدینی، نه از زلزله بیدینی. سونامی میدونیم که یکی از وحشتناکترین مخربترین پدیده‌هایی است که بالاخره تو 10 سال گذشته دیدیم چه اتفاقاتی در آسیای جنوب شرقی به وجود آورد. خودشون از سونامی بیدینی دارن نام میبرن، از اینکه جامعه از دین داره دور میشه، دین از دین داره رها میشه. این یکی از متاسفانه با هزینه‌های بسیار سنگینی برای زندگی مردم، این یکی از دستاوردهای حکومتی بود که ایدئولوژی اسلامی رو ایدئولوژی رسمی جامعه کرد و قانون و سیاست رو با ایدئولوژی مذهبی پیش برد. بشر، میخوام در یه جمله خلاصه کنم، جامعه ایران نشون داد که بشر مخصوصا وقتی مذهب در اون جامعه حاکمه، ماهیت مذهب رو با چشمای خودش داره میبینه و اون نیازی روانه میشه یا سوق پیدا میکنه که در درونش، در احساسش به اون احتیاج داره. اون نیازم زندگی انسانیه، زندگی مرفه، زندگی لذت بخشه. از مذهب دور میشن جوانا تو ایران تا بتونن از موسیقی لذت ببرن، از سکس لذت ببرن، از هر به اصطلاح جلوه ای از زیبایی های زندگی لذت ببرن. بله، اما میدونیم ما یه ترمی داریم به عنوان رهاییات، الهیات رهایی بخش، معروف به هر حال خیلی راجع به اون بحث شده، چه در مسیحیت چه در اسلام. الان متاسفانه فرصت اینو نداریم که بخوایم به این مبحث الهیات رهایی بخش به طور کلی و گسترده بپردازیم، فقط میخوام به یه گوشه ای از اون اشاره بکنیم. به هر حال هم جریانات مسیحی و هم جریانات اسلامی معتقدن که در برهه‌هایی از تاریخ تونستن در سیاست هم نقش موثری ایفا بکنن، و برای مثال در مقابل امپریالیسم، چیزی که خودشون ادعا میکنن، در مقابل خارجی و در مقابل استثمار و سلطه بیگانه تونستن مردم متشکل بکنن و در مقابل این بیستن، و
و معتقدند که بنابراین یک پتانسیل پیشرو و یک پتانسیل ضد ظلم هم در این مذاهب نهفته هست و حل اون تبلیغ میکنند. نظرتون در این باره چیه؟ آیا واقعا برای مبارزه کردن ما به این مذاهب احتیاج داریم و این مذاهب ابزار خوبیه برای مبارزه با طبقه حاکمه؟ این سوال خیلی ترکیبی شد. اجازه بدین به بخش مسیحیتش بعداً حتما برمیگردیم. برای مثال میخوام بگم در دوران اولیه مسیحیت به طور واقعی مسیحیت در یک فضای ستم و ظلم گسترده ای که امپراتوری روم در اورشلیم و کلن فلسطین و در کل مناطقی که بالاخره تحت سلطه امپراتوری روم بود پیش می برد، جنایت بزرگی رخ می داد، مردم بی امان ول شده بودن. برای مثال دهقانا در موقع که خیلی هم زیاد بودن با مالیات های سنگین شاهانی که یا بالاخره رؤسایی که حکامی که توسط امپراتور بر به اصطلاح گذاشته شده بر سر بخش های مختلف مردم، مالیات های سنگینی از دهقانا به عنوان مثال می گرفتن و دهقانا هیچ چیزی برای حتی خوردن نداشتن، گشنه می موندن و از طرف مقابل هم پولی که از دهقانا گرفته شده بود به صورت تنزیلی به دهقانا قرض داده می شد، خانه خراب شده بودن، بردگان، غلامان، کنیزان و میلیون ها میلیون انسان در جهان به اصطلاح در زیر سلطه امپراتوری روم در فقر و فاقه و بدبختی زندگی می کردن. اون موقع نیازی بود که به اصطلاح یه جنبشی شکل بگیره و این جنبش مسیح یا عیسی، انگلیس یه مقاله خیلی خوبی داره، در اون موقع به یه معنا به تلاشی برای پاسخ دادن به این نیاز مردم بود. به قول مارکس مذهب آه مخلوق ستم دیده، جانب جهان بی جان، اوضاع وضع بی روح است. به طور واقعی اون موقع اوضاع بی جان بود، اوضاع همون تصویری که مارکس داره میگه جانب بی جان بود، مخلوق ستم دیده بودن و مذهب وارد شد. عیسی مسیح به این معنا وارد ماجرا شد، ولی به قول انگلیس نه مثل سوسیالیستای بعدی که تلاش کردند به همین نیاز مردم جواب بدن، ولی با جنبش‌های اجتماعی. سوسیالیستا به قول انگلیس می‌خواستن جواب نیاز مردم رو، این مخلوق ستم دیده رو در این جامعه، در این دنیا بدن. مسیحیت می‌خواست این نیاز رو در دنیای دیگه جواب بده. به یه معنا مسیحیت مردم رو امیدوار کرد، مردم ناامید، مردم محروم رو امیدوار کرد به دنیای بعدی و به این معنا هم حتی در خدمت وضع موجود قرار گرفت. من خواستم اشاره کنم به مسیحیت چون بحثمون سر مسیحیت بود، مسیحیت اولیه، ولی مسیحیت بعداً 3-4 قرن بعد که کانستانتین امپراتور روم مسیحیت رو رسما به عهده گرفت، یعنی به عنوان دین رسمی امپراتوری، از اون به بعد دیگه مسیحیت تبدیل شد به یک جنبش، به یک ایدئولوژی دستگاه های دولتی که نقشش تماما حفظ پایه ها و بنیاد های نظام ها بود در مقابل به اصطلاح جامعه‌ای که عصیان می کردن. این تا اونجا که به مسیحیت مربوطه. در مورد اسلام هم، در مورد اسلام رهایی بخش رو نمیدونم، مسیحیت رهایی بخش هم بعدا صحبت میکنیم، ولی در مورد اسلام هم که دیگه لازم نیست ما واقعا تبیین کنیم، توضیح بدیم اسلام چه نقشی الان داره از نقطه نظر رهایی آدم ها. اسلام هیچ نقشی نداره الان جز اینکه هر جایی دستش میرسه اونجا مردم رو به فقر و جنایت و بدبختی و خونریزی سوق میده. مثال اولش که خب ایران بود. در خود ایران همونجور خودتون الان گفتین گویا با ادعای ضدیت با امپریالیسم، در خود ایران دقیقا با ادعای ضدیت با امپریالیسم بود که جنبش اسلامی و در رأسش خمینی تونست در جامعه به کمک البته روشن بی بی سی و سی ان ان و رسانه های غربی و کمک خیلی سازمان یافته دول غرب تونست بالاخره تبدیل بشه به یه جنبشی که اون انقلاب رو به شکست کشوندن، بهش خون پاشوندن و نقشی که در انقلاب ایران ایفا کرد دقیقا برعکس جنبش و اعتراض گسترده مردمی که میخواست به سمت رها شدن از بالاخره سرمایه داری جهانی، فشار سرمایه داری جهانی و سرمایه داری داخلی، رها شدن از استثمار و دیکتاتوری و استبداد به اون سمت داشت میرفت،
مذهب اسلام، اسلام سیاسی دقیقا نقش برعکس ایفا کرد، قدرت رو از شاه گرفت و با خونین ترین و حتی خشن ترین وجهی ادامه داد در مقابل طبقه کارگر، در مقابل میلیون ها مردمی که عصیان کرده بودند تا این وضع نجات پیدا کنند. نقش مذهب، چه اسلام چه مسیح، همیشه این بوده. بعدا اگه فرصت شد میرسیم به اسلام رهایی، ببخشید مسیحیت رهایی بخش، که خب تو آمریکای لاتین بحثایی در موردش هست، میتونیم بهش برسیم تو صحبت های بعد. بله بله، همینطور که گفتید متاسفانه فرصت نداریم. بحث من و سوال من هم بیشتر همین بود، در مورد اون چیزی بود که کشیش‌های آمریکای جنوبی نمایندگی کردن و در مورد کشیش‌ها و مسیحیت به اصطلاح رهایی بخش معاصر بود، که به هر حال امیدواریم به این مسئله و به مسائل دیگه از جمله به مسئله پروتستانیسم و اینها در برنامه‌های بعد حتما بتونیم بپردازیم. بحث بسیار مفصلیه، امیدواریم که بتونیم شما رو در برنامه‌های بعد هم داشته باشیم و جنبه‌های دیگری از این بحث رو هم پوشش بدیم. متشکرم از اینکه امروز رو با ما همراه بودید محسن. بله من متشکرم. خواهش میکنم. بله همینطور دوستان، متشکرم از شما که برنامه امروز ما رو تماشا کردید. امیدوارم که فرصت بکنید برنامه های بعدی گفتگو رو هم نگاه بکنید. ما حتما سعی میکنیم این بحث رو هم در کنار بحث های دیگه ادامه بدیم و بتونیم بیشتر بشکافیم و پیش بریم. برای همه شما دوستان عزیز تا برنامه بعد روز و روزگار خوشی رو آرزو مندم.